ولی این پنجاه و خورده بار همش پیرامون پدیده توطئه‌های غرب و تینک تنک‌ها برای براندازی ایران و به شما آنچنان درکی میدادن که تو گویی ناخودآگاه یا خودآگاه intentional or unintentional شما ملبه دست قدرتی بودید که شما رو فرستاده برای واژگونی نظام. بازجوها از نظر تحلیلی و قدرت برخورد در بحث آیا آدمهای قوی بودند یا اینکه نه آدمهایی بودند که توتیبار یه سری چیزها رو تکرار میکردن و میخواستن؟ والا بازجوی اصلی من یک بازجو رو من فقط چهره شدیدم که در فرودگاه در دستگیری من دست داشت و بقیه بازجویان که من ندیدم. من رو به دیوار بودم موقع بازجویی و اصلا نمیدونم سنشون چند ساله، نمیدونم قدشون چقدره، ولی بازجوهای من ادعا داشتن که همهشون فوق لیسانس دارن و ولی به نظر من اونچه که برای من مهم بود منش فکری اینا منش تئوری توطئه دایجان ناپلونی بود و سعی میکنن تو اون پروژه اطلاعات فقط جذب بکنن، اطلاعات کسب بکنن و جذب بکنن. این رو فقط این رو میتونم بگم و به هر شیوه ای سعی میکردن با سه چیز: یکی تنهایی، چون برای اکتیویست های سیاسی مثل من یا اجتماعی یا صلح همیشه تنهایی خیلی کشنده است و مرزا خودم از دوری بچگی موقعی که بچه بودم تنبیه میشدم در تنهایی، شدیدن از تنهایی و تاریکی بیزار بودم. دوم مسئله بازجویی تند، هیچ وقت من رو نزدند، به هیچ وقت من رو کتک نزدند. صابری هم همینو گفت، خانم اسفندیاری همینو گفت، ما رو نزدند، یا شاید به خاطر که ایرانی آمریکایی بودن بودیم ما رو نزدند. ولی دومین چیز اون تند بودن بازجویی و نکته سوم که بدتر از همه بلا تکلیف. هیچگاه من فکر نمی کردم که دوباره نور رو خواهم دید. یعنی شیوه برخورد اینها در بازجویی جوری بود که شما هیچ اطمینانی پیدا نمی کردید که حالا این بازجوی رو گذروندید از این مرحله به یه مرحله دیگه خواهید رسید. یعنی میگفتش که درک بهت میدادن که آقا بگو جاسوسم، بگو وابستم، بگو فرستادنم، بگو کی تو رو فرستاده و ما آزاد میکنیم، کسی رو ما نگه نداشتیم. شما آقای شاکری دیدید که ما کسی رو جاسوسی از آمریکا رو نگه داشته باشیم؟ خب منم میگفتم قول آمریکا یا اوبر مای دد بادی. من که 40 خورده ای ساله زحمت کشیدم، جبهه جنگ رفتم. موقعی که رفتم ایران عراق حمله کرد وصیت منو نوشتم رفتم به جنگ در زمانی که ما ارتش نداشتیم، دقیقا 14 روز پس از اشغال ایران توسط عراق. من موقعی که زلزله در شمال ایران اومده 20 خورده کارتون ادوات پزشکی به ایران بردم برای خدمت مردم، کمک کردم از عزیزان هموطن ایرانی خارج کشور که قلبشون برای وطن و میهنانش و هممیهنانش رو میزده کمک کردم. من در تمام مسائل زندگیم هیچ وقت طرفدار اشغال ایران نبودم. تغییر و تحول ایران رو متعلق به خود ایرانی ها میدونستم و به همچه کسی بیان وردارن بگن که بیا بگو من جاسوسم، میگفتم نمیتونم. یعنی به حالتی ماها رو میرساندن که اگر از من میگفتن بنویس امضا کن که مادرت اسمش ادوارد کنیدیه، مرد و آمریکاییه، و بنویسم پدرم مثلا اسمش مادوناس، امضا میکردم. چه نوع تحقیری شما رو به اینجا میرسوند؟ ببینید ترکیب این ستا، تنهایی، بلا تکلیفی، میگن عربا یک ضرب مثلی دارن، من خوزستانی هم از اون آموختم، میگه الانتظار اشد من الموت. ای طور دقیق در انتظار نگه دارن و ندونی به کجا داری میری از مرگ بدتره. خود منم که البته چندین بار مریض خونه رفتم، 3 بارم مریض خونه بیرون به خاطر پیچیدگی مشکلم رفتم که من هیچ جا نگفتم. 3 بار من رو مریض خونه بودن، 2 بار مریض خونه پارس، 1 بار مریض خونه آتیه، با 2 تا گارد بردنم اونجا. شرایط من در یک جریان جدی به سر می برد، خیلی جدی که مسئله شخصی خودمه، ولی اینا به هیچ وجه حاضر به این نبودن. منم بهشون صریح میگفتم، چون وقتی از اینا من میگفتن ما زهرای کاظمی رو ما نکشتیم، خودش خودکشی کرد،
من سوالی که میکردم از اینا این بود که چه جوی شما ایجاد میکنید که انسان به خودکشی میرسه؟ چرا جریان زهرا کاظمی رو با شما مطرح میکردم؟ مثلا بالاخره در گفتمان پیش میاد در بانجا. مثلا سوال مهم این بود چرا به ما چنگال پلاستیکی هم نمیدادن؟ من با اغلب کسانی رو که دیدم در انفرادی بودن باشون صحبت کردم. عزیزی که آخر نام بودید 50 روز در انفرادی بود، من 114 روز در انفرادی بودم. اغلبشون این مرد به مغزشون اومد که خودکشی کن. بله. برای شما هم پیش اومد؟ بله. شاید 20 بار. 20 بار فکر کردید خودکشی کنید؟ یک بار با خودکار. با اینکه شتم و ضربی در کار نیست. من چون طرفدار حیات و قانونمند هستم، سخن شما رو در یک کلمه جامعه شناختی بگم قانونمند هستم، معتقدم این قانونی که در ایران میخواد ثبات داشته باشه، سازمان امنیتی که میخواد جامعه با ثبات ایجاد کنه، کشور و نیرویی که مدعی اقتداره باید اینو بدونه، بدون مشارکت آحاد ملت و یاخته های ملت و با سرکوب کردن و اره کردن و انداختن زندان و انسانها رو به کشتن وادار کردن یا کشتن، من میدونم که شما میخواید ما به قسمت دیگه ای برسیم. این رو میخوام، این نکته اساسی اینه که هم بگم که این کارهایی رو که اینقدر خرج و هزینه برای امنیتی و سرکوب بشه، اگر یک دامش خرج مشارکت مردم بشه و مردم در سرنوشت خیش باشن، باور کنید یک کدوم از ایرانی ها کشوری رو بیشتر از کشور خودشون دوست نخواهند داشت. و متاسفانه خب این هدف رژیم حاکم نیست. بله، متاسفانه کسانی که بر حاکمیت هستند اونا اصلا نمیخوان ایرانی ها ایران دوست داشته باشن و در ایران بمونن و به نام سازمان امنیت ایران این کارا رو انجام میدن. به نظر من نه فقط امنیت ایران رو نگه نمیدارند، نه فقط کشور رو صاحب اقتدار نمی کنند، همیشه فکر میکنند با یک تصفیه حساب کامل میتونن موفق بشن. پیام من به همه، اگر ما خودمون جنبش سبز، جنبش نافی خشونت هستیم، این جنبش نافی خشونت رو برای همه میخوایم. اگر ما مخالف خشونت اشغال ایران و برخورد نظامی هستیم، نافی خشونت برخورد نظامی های هموطن خود علیه هموطنان خیش هستیم. اگر طرفدار نفی خشونت هستیم، طبیعی است که تغییرات اصلاحات تغییر تدریجی ممکن رو ترویج میکنیم. از اون طرف هم اجازه فرمایید ما قصه زندان رو تمومش بکنیم، این قسمت آخرش رو. خب چطور شد که آزاد شدید؟ من دو بار دادگاه من در پس از آزادی من در اواخر سپتامبر یا اکتبر بود، اوایل می ما رو گرفتن، اکتبر بود فکر کنم اومدم آمریکا. یا بعد دادگاه بعدی آوریل بود، دادگاه بعدی آوردی که من هم زنگ زدم. شما رو به دادگاه بردن؟ بله بله. خب اتهامی که زدن به در دادگاه کیفرخواست چی میگفت؟ شما چه کردی؟ اتهام خیلی راحت. در دادگاه وقتی که دادستان حکم من رو خوند، 28 ماده توش بود، ولی سه اصل بزرگ، سه تا اصلش که من گرفته بودم رد کردم، ولی اصل مطلب کلش تغییر تدریجی نظام بود در اصل، که بهش اونا اسمش رو گذاشتن براندازی نرم. این اتهام شما بود؟ بله. منم در اصل روشن کردم که این تمام کارهایی که من انجام دادم و میدم. رأی دادگاه در مورد شما چی بود؟ رأی دادگاه در روز 4 اکتبر سال 2008 با آقای قاضی ساداتی در شعبه 13 دادگاه انقلاب ایران این بود که اتهامات براندازی به شاکری نمیچسبه و ایشون تبرئه کامل، یعنی هیچ گونه، یعنی من کاملا آزاد شدم و بیلم رو آزاد کردن. یعنی هیچ کدوم از اتهامات شما وارد نبود و شما این 120 روز فرمودید، درسته؟ 140 روز. 140 روزی رو که در زندان بودید فقط به خاطر این بود که نظام حاکم به اینجا برسه، بله؟ که شما هیچ جرمی مرتکب نشدید. اینم یه نوعشه.